همیهنی از من پرسیدند اجازه بده که نامشون رو نیارم چون در ایران هستند، از اصفهان. میگویند که شما بارها به مسئله 28 مرداد، به مسئله دولت مصدق و قانون مداری مصدق پرداختید، اما آیا باور ندارید که اگر مصدق با شاه در نمی افتاد و لجوازی با محمد رضا شاه نمی کرد و در اون ماه های پایانی دست به رفراندوم نمی زد و با شاه کنار می آمد، ما می توانستیم از به قول گفته ایشان رویداد 28 مرداد جلوگیری کنیم و امروز این فاجعه جمهوری اسلامی رو در پیش نداشتیم و چه بسا ایران در یک مسیر دموکراتیک با همکاری شاه و مصدق پیش میره؟ خب همین گرامی، البته این تنها ایشان نیستن که این رو گفتن، در رسانه های گوناگون، در نوشتارهای اینترنتی و سخنرانی های حتی کسانی که خودشون رو پژوهشگر تاریخ هم میدانند و یا کنشگر سیاسی میخوانند، از این نوع سخنان بسیار است. پوزش میخواهم من پسوند دیگری جز کودکانه و ساده لوحانه خواندن این نوع گونه داوری ها رو در اندیشه ندارم. اصلا گمان نمی کنم که می توانم در فرهنگ خودم واژه دیگری جز کودکانه خواندن این گونه اندیشه ها رو بجویم و بیابم. چرا می گویم کودکانه؟ برای که کسانی که این گونه داوری می کنند بر این باورند، گمان می کنم که دعوای تاریخی دورانی که به براندازی مصدق انجامی دعوای شاه و مصدق بوده، لجبازی مصدق با شاه بوده که کودتای 25 مرداد و 28 مرداد رو دامن زده. از جمله یکی از اعضای سابق رهبری از بتوده که امروز در پاریس زندگی میکنه و از دوستان خیلی خوب من هم بوده تا یکی از بنده دلچرکین شده، ایشون هم در نوشته های خودشون این گونه یاد میکنن که مصدق لجبازی کرد، پافشاری کرد. خیر، موضوع دعوای ایران مصدق و شاه نبودند، دعوای دولت بریتانیا بود با مصدق. فراموش میکنن در کجا، در یک دنیای دیگری به بررسی تاریخ میپردازند. این لجبازی مصدق با شاه نبود که 28 مرداد رو به دنبال داشت. این ملی کردن صنعت نفت بود، این گرفتن نفت از بریتانیا بود که پروژه براندازی مصدق رو، پروژه چکمه رو آغاز کرد و سپس دولت ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات که جمهوری خواهان بر سر کار آمدند و دولت آیزنهاور به قدرت رسید، با بریتانیا همسو شد برای انداختن مصدق. اگر مصدق در کاخ سعدآباد هم در کنار شاه زندگی میکرد، او رو واژگون میکردن چون نفت رو ملی کرده بود، چون با انگلیس در افتاده بود، چون بنا بود سرنگون بشود از فردای ملی شدن صنعت نفت، پروژه براندازی مصدق آغاز شد. این رو خانم لمتون در مقاله‌ای نوشته است، در همون دوران اسناد موجود است. پیرو مرد لجوج رو بول برخی نداشت که با محمد رضا شاه از آنجا مخالف بود که خود او از قاجار برخواسته بود و چون پدر محمد رضا شاه با دولت قاجار درگیر شده بود، یعنی رضاشیله رو به دل داشت. اینها حرف های کودکانه، ساده لوحانه و عوام فریبانه است. مصدق برانداخته شد چون دست به ملی شدن صنعت نفت در ایران زد، یعنی رهبری کرد جنبشی رو، او آغاز نکرد ولی رهبری کرد جنبشی رو در بیرون از مجلس و سرانجام رئیسی شد که به رأی به ملی شدن صنعت نفت داد و به عنوان کسی که رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت بود، برای اجرای ملی کردن صنعت نفت در ایران به نخست وزیری رسید. براندازی او از این بابت بود. این داستان های
کمدی فکاهی که درباره که 25 مرداد کودتا بوده، 28 مرداد رویداد بوده، اگر مصدق چنین میکرد، اگر شاه چنین میکرد، اصلا شاه و مصدق مهرهای اصلی براندازی مصدق نبودن. مصدق اگر هر کاری جز با پس گرفتن ملی شدن صنعت نفت میکرد باید برانداخته میشد. این تصمیم مشترک بریتانیا، اول بریتانیا چرچیل و سپس بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بود. درس باید میدادند در جهان که کسان دیگری نتوانند چنین کنند. دوران امپراتوری های بزرگ بود، دوران امروزی نیست. حتی امروز هم شما گمان نکنید که بهانه هایی که برای دخالت در یک کشور خارجی میآورند این بهانه ها درست باشد. فراموش نکنید به بهانه اینکه عراق دارای جنگ افزار هسته ای است، در آستانه جنگ افزار هسته ای است، همون چیزی که امروز برای دخالت نظامی در ایران میگویند، به عراق لشکر کشیدند و دریافتند که هیچ نشانی از این جنگ افزارها در عراق وجود نداره و میدانستند وجود نداره. مصدق رو به این دلیل برانداختند که نماد ملی شدن صنعت نفت، نماد در افتادن با امپراتوری بریتانیا و وارث این امپراتوری یعنی ایالات متحده آمریکا بود. نه رفتار لجوجانه او، گرفتاری شخصی او با محمد رضا شاه، اینها حاشیه بود. 28 مرداد هم روی نمیداد، 28 شهریوری روی میداد، 28 مهری روی میداد. دولت مصدق باید برانداخته میشد و تنها راهی که در برابر مصدق می بود آغاز یک جنگ داخلی، اعلام جمهوری یا پایان پادشاهی پهلوی و برانگیختن جامعه به جنگ با کودتاچیان بود که مصدق نه اهل این کار بود و نه درست بود چنین کاری. برابر این در پاسخ به این هم میهن گرامی و دیگرانی که از این دست پرسش‌هایی می‌کنند باید بگویم که رویداد به قول اونها 28 مرداد پرهیز ناشدنی بود. مردی نماد ملی شدن صنعت نفت به شمار می آمد و باید به این پروژه پایان داده می شد و 28 مرداد برآمد و حاصل این همکوشی دو دولت بزرگ جهان برای پایان دادن به یک جنبش ناسیونالیستی در کشوری بود که بنا نبود چنین رفتاری از اونها سر بزنیم. ما ایرانیان بنا نبود نفتمون رو ملی کنیم و چون کردیم تاوانمون رو با برانداختن دولت مصدق دادیم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.